الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تاب تقسیم و تنظیم قاعده برای قول مفید آن چیزی که الله تعالی به سوی خودش روانه میکند یکم اضافه چیزهایی که به خودشان قائم هستند و چیزی که به این عینها پیوست هستند مخلوقند و مثل شطور الله این از باب اضافه کردن مخلوق به سوی خالقش است پس هر چیزی که به ذاتش قائم است و از الله تعالی جداست مخلوق است. دوم اضافه صفات هایی که به چیزی مخلوق اضافه نمی شود. آن چیزی را که من به دستم آفریدم. این از باب اضافه صفات به سوی موصوف است. اضافه عمومی الله سبحانه و تعالی فرمود البته زمین من وسیع است. و اضافه بزرگ داشتن الله سبحانه و تعالی فرمود و روح است از جانب من. دلیل چهارم از ابن سعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند موسی علیه السلام گفت ای پروردگار من به من چیزی تعلیم بده که تو را به آن ذکر و دعا کنم الله سبحانه و تعالی فرمود ای موسی لا اله الا الله بگو موسی گفت همه بندگانت این را میگویند الله گفت ای موسی اگر هفت آسمان و آباد دارندگان آنها جز من و هفت زمین در یک پله ترازو گذاشته شود و لا اله الا الله در پله دیگر هر آینه پله لا اله الا الله در آن می باشد روایت ابن حبان و حاکم دلیل پنجم و ترمذی حدیث را از انس روایت کرده و آن را حسن می گوید انس رضی الله عنه می گوید رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که می فرمایند الله تعالی می فرماید ای فرزند آدم از این که اگر مرا به پوری زمین از گناهان ملاقات کنی در حالی که با من شریک نآورده ای من به پوری زمین و مغفرت و بخشش پیش می آیم و تو را می آمرزم لا اله الا الله این جمله ذکر است که شامل دعا است زیرا ذکر کن می خواهد الله از او راضی باشد لیکن کسی به کلید بیاید که دندانه ندارد برایش درک شده نمی شود و شرط های آن همان دندانه ها است. به پوری زمین از مغفرت یعنی نیکی توحید بزرگ است که خطاهای کلان را تازه می کند. هرگاه به الله واخورد در حالی که به او چیزی را شریک نگردانده است و مغفرت پوشاندن گناه و از آن گذشتن است. مسئله ها یکم و سهی فضل الله دوم زیاد بدن ثواب توحید در نزد الله سوم به وجود این گناه ها را تازه می سازد چهارم تفسیر آیتی که در سوره انعام است که فرمود کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک آلوده نکردند پنجم اندیشیدن در پنج چیزی که در حدیث عباده است ششم البته تو هرگاه بین آن و حدیث اتبان و بعد آن جمع نمایی برایت معنای قول لا اله الا الله معلوم می شود و نیز خطاگی مغرور شدگان معلوم می شود چرا که به آن قصد رضاگی الله را داشتن حتمی است و هر با این چنین باشد پس حتما او را بر اجرای عمل نیک وادار می سازد هفتم تنبیه به شرطی که در حدیث اتبان است فقط به زبان گفتن کافی نمی باشد هشتم انبیا برای آگاهی دادن به فضل لا اله الا الله احتیاج دارند پس غیر انبیا به طور اولا احتیاج دارند نهم تنبیه براجع بودن آن و همه مخلوقات با وجود این که بسیاری کسانی که آن را میگویند ترازویشان سبک میشود پس بالا از جانب گوینده است نه از قول برای خلل داشتن شرط یا وجود مانعه ای دهم دلیل بر این که هفت زمین مانند آسمان هاست مانند در عدد است یازدهم در آنها یعنی در آسمان ها زندگی میکردگی هاست یعنی ملائکه هاست دوازدهم اثبات صفت ها برخلاف اشعری ها و معطله پس در آن اثبات صفت وجه است سیزدهم هرگاه حدیث انس و دانستی میدانی که گفتهش در حدیث اتبان پس البته الله بر آتش دوزخ شخصی را که لا اله الا الله میگوید حرام گردانده است اینکه آن ترک شرک است نه فقط به زبان گفتن آن چهاردهم اندیشیدن جمع بین بودن عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و سلم که هر دو بنده های الله و رسولان بودند
آنزه معرفت اختصاص عیسی علیه السلام به کلمت الله بودنش و اینکه او به پدر آفریده شده است. 16 معرفت روح از جانب او بودنش، یعنی روح از روح های آفریده شده است. 17 معرفت فضل ایمان به جنت و آتش دوزخ و اینکه آن از سبب های داخل شدن جنت است. 18 معرفت گفتنش که فرمود و هر عملی که باشد. 19 دانستن اینکه ترازو دو پله دارد. 20 دانستن ذکر وجه روح و آن صفتی از صفت های پروردگار است. 3 باب اندر کسی که توحید را در حیات تطبیق کند به حساب داخل جنت می شود. این باب را ذکر کرد تا که ما توحید را که بر ما واجب است تطبیق نماییم و ما را به سوی آن تشویق نمود و تحقیق آن خالص ساختن آن از شرک، بدعت و معصیت ها می باشد و این به علم اعتقاد به سر فرو آوردن می باشد و تحقیق توحید در نزد مؤلف رحمه الله و خواندن باب به طور مفصل و مجمل و به عبور زیری می باشد. یکم اقتدا کردن به پیامبر الله ابراهیم علیه السلام است. دویم به سیدهای اولیاء صحابگان اقتدا کردن است. سوم بر توحید باقی ماندن اگرچه به تنهاییت باشی. چهارم توکل کردن و رقیه داغ و به پرنده فال زدن را ترک کردن. دلیل اول، البته ابراهیم امت فرمانبردار و یکتاپرست بود و از جمله مشرکان نبود. در این آیت کریمه ثنا به سید ما ابراهیم علیه السلام است. پس بر ما دوست داشتن او و به او اقتدا کردن واجب است. پس باز برای ما ثنا است به قدری که به او اقتدا میکنیم. این به خاطر آن است که او توحید را به 6 اموری که در آیه ذکر شده است تحقیق نمود. یکم امت، امامی که به او در عملها، فعلها و جهادش با اعتماد کردن بر الله اقتدا کرده می شود. دوم قانیت، همیشه طاعت کن، در طاعت به هر حال ادامه دهنده، پس او موته استوار ادامه دهنده است. سوم برای الله بر اخلاص دلالت کرد. چهارم حنیف، به سوی الله رو آورنده، از شرک رو گرداننده، از هر آن چیزی که طاعت را مخالفت میکند اجتناب کننده میباشد. پنجم و از جمله مشرکان نبود، از شرک و اهل آن و قلب، زبان و اعضای بدن بیزاری جستند. ششم شکرگزاری نعمت او بود، زیرا این نعمت ابتلا است و به شکر احتیاج دارد. فایده ها، فایده یکم، آذر پدر ابراهیم علیه السلام بر کفر فوتید، چون برای او ابراهیم آشکار شد که او دشمن الله است، از او بیزاری جست. دوم پدر و مادر نوح علیه السلام مؤمن بودند. پروردگارا من و پدر و مادرم را مغفرت کن، دعای نوح علیه السلام. سوم امام احمد گفت 3 چیز اصل ندارد: کارهای جنگاوران و کشتارگاه ها و تفصیل. پس غالبا اینها به سند ذکر کرده می شوند. پس یکان کس از امت های پیشین چیزی را نمی داند مگر از طریق وحی، از کلام الله تعالی و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم.